امشب ببره من از تو آن مایه ناز، یارب تو کلی ده صبح و در چاه انداز، ای روشنی صبح به مشرق برگرد، ای ظلمت شب با من بیچاره بساز، ای روشنی صبح به مشرق برگرد، ای ظلمت شب با من بیچاره بساز. امشب شب مهتابه حبیبم رو میخوام، حبیبم اگر خوابه طبیبم رو میخوام. خواب است و بیدارش کنی، مست است و هوشیارش کنی، گویی فلانی اومده آن یار جانی اومده، اومده حال تو احوال تو سیه، خال تو سپید روی تو سیه، موی تو ببیند بدود، اومده حال تو احوال تو سیه، خال تو سپید روی تو سیه، موی تو ببیند برود. امشب شب مهتاب حبیبم رو میخوام، حبیبم اگر خوابه طبیبم رو میخوام. امشب شب مهتاب حبیبم رو میخوام، حبیبم اگر خوابه طبیبم رو میخوام. ببینید ما این قدم به قدم با هم میریم جلو، من دارم به زبان شیرین فارسی اینجا صحبت میکنم و شما هر جا دوچار مشکل شدیم بگیم من برگردم از اول توضیح بدم. علازاد من رفتم توی لپتاپم. توی چی؟ رفتم توی لپتاپم، رفتم توی لپتاپ همون جعبه‌ای که از توش پیشگویی میکنم و تحقیق کردم، دیدم که زمانی که یعنی الان در حال حاضر اصلا یونانی وجود نداره، یعنی اینکه یونانی که ازش داریم صحبت میکنیم 2000 سال پیش از بین رفته. خب این که پیشگویی نیست مستشار، این پسگوییه. بله بله این پسگوییه، حالا به پیشگویی هم میرسیم. و یونان جدید چند سال دیگه به وجود میاد. یعنی این سندی که به ما داده قلابیه؟ ما گفتیم برویم ثبت استلامش را بگیریم. چی استلام یونان رو بگیریم؟ نه منم فکر میکردم که داره سر شما رو کلا میذاره در واقع و میخواد تیغ بزنه شما رو. بعد رفتم اسم بلوتوث رو سرچ کردم. بلوتوث چیکار کردی؟ سرچ کردم، یعنی تحقیق کردم تو لپتاپم، دیدم یه شخصی در تاریخ با همین هویت وجود داره، با همین اسم، با همین رسم وجود داره و انسان بسیار بزرگی بوده و در واقع یونان قدیم رو از چنگ امپراتوری عثمانی نجات میده و یونان نوین رو پایه‌گذاری میکنه. این الان این پیشگوییه نه؟ این پیشگوییه. فقط من نمیدونم که این واقعا همون شخصه یا داره درست میگه یا داره دروغ میگه به ما، من اینو نفهمیدم. خب سرچش کن جان، تو لپتاپ سرچش کن. دور راب زدین؟ نه خوشم اومد باری کلا، دارم همین کارو میکنم در واقع. من رفتم سرچ کردم، فقط اون تو لپتاپ نوشته بود که این بلوتوث یه دونه علامت مشخص روی بدنش داره، یه زخم به صورت هلال ماهه. من موفق نشدم هنوز ببینم، فقط خواهشم از شما اینه تا من هویت واقعی این آدم رو کشف نکردم، شما امتیازی به این آدم ندی، معامله‌ای باش نکنی، پولی در اختیارش نذاری. خواهشم. فهمیدیم که دردت چیز مستشار، حسودیت شده. نه من اصلا حسودی نمی کنم، به خاطر خودتون دارم میگم. ببین مستشار، تو مستشار اصلی ما هستی، من دست های کفل تو رو توی مونبیار کباب ببر با هیچ چیز عوض نمی کنم، خیالت تخت باشد. برو بابا جان، برو حسودی هم نکن، ما اینجا جانگوله بکنی میکنم. عزیز ببخشید یک سوالی داشتم از خدمتتون. من
بله. شما برای چی اینجا ایستادی؟ شما برای چی اینجا ایستادیم؟ خب من ایستادم که مقرریمو بگیرم. آه تصادفاً من هم ایستادم که مقرریم رو بگیرم. چه جالب. مقرری چی؟ مقرری پناهندگی. زیتون بزن. خب شما چه داشتید جناب دامبول؟ 15 تا لطیفه داشتم، 9 تا آواز، 43 تا غیر کامل، 9 تا هم فکر کنم تقلید صدا داشتم و 3 بارم جای دوست نشون دادم. فرکار شدید، پدست سوخته. این روزها زندگی خرج دارد جناب دامسلمول. قربان 3 سکه بدهند صاف می شود. 3 سکه لطف کنید. آری، بفرمایید. متشکرم. فقط مواظب باشید جایی نگویید که با شما این گونه حساب کرده ایم. خیالت راحت. ممکن است دوستان توقعشان بالا برود. کاملا خیالت راحت باشد. کجا رو باید انگوش بزنم؟ اینجا رو انگوش بزنم. یاد داشت می کنند. خدا نگهدار. خب شما بفرمایید پدر جان. چیکار کنم؟ عرض کردم شما چی داشتید این ماه؟ من 3 بار یادم رفته، 4 بار گم شدم، 2 بار فراموش کردم، 3 بارم سکته ناقص کردم، 1 بارم مردم. جناب عبدالخان، به این چیزها که مقرری تعلق نمیگیرن. چیه؟ کار فیزیکی چه کردی؟ چی؟ فیزیکی؟ اما یه بابا شارو هر روز گلم بگردم، 3 بار پخ کردم، کاترین بحتش میامونه، 450 بارم سوال داشتم که کیه؟ این رو اگه میشه حساب بابا بریم. بفرم. سکه بدهید برود. بفرم. عبدالخان بروید بازی کنید، بروید. کجا برم؟ بازی کنید، بروید. چی کنم اینو؟ بفرمایید دیگران در نوبت هستن. دیگران کیه؟ بروید عبدالخان، بروید بازی کنید، بروید. بفرمایید. خب شما چه داشتید جناب مخبر دولت؟ این روزا وضع کار کاسبی ما زیاد خوب نبود، فقط یک چیز با ارزش شنیدم. چی بوده؟ یک جلسه مخفیانه در مطبخ. بله. کبوتر بود و قرقی و اگر اشتباه نکنم شما هم بودید. بله. شما واقعا آدم زحمت کشی هستید. بفرمایید، خواهش میکنم. انگشت نزدم. نه احتیاجی نیست، بفرمایید. نفر بعد. خب شما در این ماه چه داشته اید؟ آه من که چیزی نداشتم، سرزمینی داشتم که از دست رفت، دل مهربانی که شکست و مقام و منزلتی که دیگر نیست. من چه دارم جز تو؟ لطف دارید، ولی ما خودمان این کاره ایم داداش. آه اگر روزی سرزمینم را از دشخیمان عثمانی پس بگیرم، این کاره ای چون تو را بر مسند خزانه می گمارم. این کاره. با شاه صحبت خواهم کرد، تو را به یونان خواهم فرستاد تا آنجا مسئولیت خزانه را به عهده بگیری. ببخشید جناب بلوتوس، دقیقا گفتید خزانه تان چی داره؟ آه سردابه ای از یاقوت و زمرد. بله. الماس. بله. و کرور کرور سکه. بله. جسارتا مرا ببخشید، کی با قبله عالم صحبت میکنی؟ همین فردا صبح. اوه چه باشکوه. آره واقعا موجود حیرت انگیزیه. من حالا تاوتوی قضیه رو خودم در میارم، اینطوری باقی نمیمونه. ببخشید مقرری من رو لطف کنید. گاگول خان، شما از صبح تا شب ول میگردید و از خزانه دارید میخورید، آن وقت مقرری هم میخواهید؟ جواب ایشان را بدهید جناب بلدالملک. پدر سوخته، ول ول توی کاخ میگردی مقرری هم میخواهی؟ بدم پدرت را در بیاورند. فکر کردی ما الدنگیم مثل خودت؟ الدنگ؟ بدم از همین سرتر اینجا آویزانت کنند. یعنی خوشم میاد دست خالی اومدی و دست پر داری میری؟ باریکالله. آه تمام کودکان سرزمینم چشم به راه این خوراک و پوشاکن. واقعا؟ بله. یعنی دوز که از دوز بزنه واقعا نوبره دیگه، میدونی که بلوتوس چی میگم؟ مستشار جانم، الان دقیقا کجات سوخته؟ دلم سوخته، دلم به حال خودم سوخته. فکر میکردم یه آدم بزرگ رو تو تاریخ پیدا کردم، فکر میکردم با تو چه خدمتی میتونم به این کشور بکنم، ولی افسوس که تو هم یکی هستی لنگه اینا. آه مستشار، من رو هرگز با اینها مقایسه نکن. چطور؟ چون من از همه اینها رذل‌ترم.
اون که شکی درش نیست اصلا. اگر خوبی بدی از من دیدی چشمت کور. آه این بند پشت لباس من رو ببند مستشار. او حتما قربان. این چیه؟ چی چیه؟ این زخمه؟ کدوم زخمه؟ همین زخمی که به شکل هلاله؟ آه نمیدونم، ولش کن خودش خوب میشه. خودش خوب میشه؟ بله. دیوانه تو بلوتوث هلالی هستی؟ آه من بلوتوث کبیرم. نه تو همون شخص بزرگی هستی که یونان جدید رو پایه‌گذاری میکنه، همون شخص نیکوکار و دلیر و شجاع. مستشار. بله. این چیزهایی که گفتی به قیافه من میاد. خب شاید الان نه، شاید بعدن عوض میشه، یعنی شاید اصلا تقدیر تاریخی اینه که من تو رو اصلاح بکنم. آه به آتن که آمدی به من سر بزن. محاله بذارم از اینجا پاتو بذاری بیرون. آه کودکان آتن چشم براهن. ببین تو اگر بمونی ما میتونیم سرنوشت این کشور رو هم با هم عوض کنیم، یعنی تو به من کمک کنی. تو تب داری مستشار. آخه تا کی میخوای با کلاهبرداری زندگی کنی؟ تو یه آدم بزرگی میشی تو تاریخ، فقط به من اعتماد کن، من فقط میتونم بهت کمک کنم. خداحافظ مستشار. به نوکرها خواهم گفت که اینها را بیاورد. خداحافظ. تو هیچ میدونی که علازت پسردار نمیشه و اگه تو بمونی و با دخترش ازدواج بکنی وارث تاج و تخت میشی؟ بیمهری هایش هم زیباست. ای به او میگویند مرد واقعی، یگانه دختر شاه لعبت الملوک به او دل میبندد، آن وقت او محل سگم به ما نمیگذارد. خوشت میآید به تو محل سگ نمیگذارد؟ خیلی مادر جان، هر چقدر از این مردان آویزان و فرومایه بدمان میآید میمیریم برای مردانی که بیوفایی مرامشان است و بیمحلی کارشان. شوت خانم، مردک دارد میرود، شوهر پرید. تمام عشقهای واقعی به فراق ختم می شود. لیلی و مجنون، شیرین و فرهاد، لعبت و بلوتوس. ای وای، یک عمر زحمت کشیدیم، در نهایت یک خل و چل تحویل جامعه دادیم. سلام به خواهر نازنین تر از گلم. به به چه حلال زاده، پیش پایت حرفت بود. ولی شنیدیم که داشتی درباره خلوزی حرف می زدید. دقیقاً. راست می گویی خواهر. ما اگر عقل درست و حسابی داشتیم امروز مضحکه عام و خاص دربار نبودیم. فقط مانده ایم شما با این همه کمالات و درایت چطور خامه این جوجه شاهزاده اجنبی شدید؟ وای چه تعبیر شاعرانه ای. شاهزاده، جوجه شاهزاده، معصومیت و طفولیت نهفته در اشرافیت. درد بی درمون بگیری تو. و شنیدیم که شاهزاده داماد آینده قالتان گذاشت. داماد آینده مهمانی بود سرگشته و بی‌پناه که چند روزی سر سفره ما نشست، بعد همراهیش کردیم رفت. مهمان سفره تان بود یا دلتان؟ مهمان دلمان بود و هست. پایش در هواست، دو روز که بگذرد با سر به زمین می‌خورد، آنگاه می‌بیند که خیشانی جز ما کسی دور برش نیست. منظور؟ منظور این که خانواده دیلمی خانواده باگذشت و بردباری است، بی‌مهری‌ها را زود فراموش می‌کند، خودمان هم بی‌خودی را راضی می‌کنیم دیگر. آخه، حالا خب میتوانیم راجع به این موضوع با هم صحبت کنیم خواهر جان؟ بانو، فخری جان، بانو. خانومش را فهمیدیم، بعدش را بگو. بلوتوس رفت، مرد، کشت، برگشت. چی؟ چرا؟ حتما چیزی جا گذاشته. بله، گفته دلم را جا گذاشته. وای مادر، خش نکنید، جای مهمش مانده. گفته میخواهم لعبت الملوک را ببینم. وای خیر واقعا مادر. خواهر جان داری میروی، در را هم پشت سرت ببند، سوز میاد. باشد. راست گفتی هم. بله. وای مادر. خب این بلوتوس هم که موندنی شد. اگه چیزی بتونه جلوی آقا محمد خانو بگیره همین هوش و سیاست بلوتوسه، نه ضرب و شمشیر این قوم در و داغون. البته خب یه کوچولو باید روش کار بشه، یکم روی رفتارش، یکم روی افکارش،
یکم روی نیاتش، نفکر کنم خیلی باید روش کار بشه، وگرنه با این حال و روزی که داره به درد یونان هم نمیخوره، چه برسه به ایران. شاید این وظیفه تاریخیه که به دوش من گذاشته شده، این که از این شیاد کلاهبردار یه قهرمان بسازم برای یونان و یا برای ایران. صبح شما هم بخیر، روز خوبی داشته باشید. بله. بریم مستشار. کجا عزیزم؟ بریم دختر شاهو بگیریم دیگه. صبح اول صبح ناشتا میخواییم تشریف ببریم؟ آه میخواییم صبحانه را با عروس خانم صرف کنیم. من شنیده بودم یونانی ها قهرمان ماراتون هم، مثل اینکه شما یکی دو تا مدال در 100 متر با مانه هم داری. دیشب تا فهمیدی که اگه دختر پادشاهو بگیری وارث تاج و تخت میشی، امروز صبح میخوای بری خواستگاری؟ آه یعنی خیلی زشته. خیلی زشته. خب پس ظهر بریم. شما مثل اینکه متوجه عمق ماجرا نیستی. دیشب شما میخواستی بری و یهو موندنی شدی. امروز هم زرتی میخوای بری خواستگاری دختر شاه. خب همه متوجه میشن ماجرا چیه. خب میخوای شب بریم. عزیزم قدم به قدم، آهسته آهسته. شما اول باید جاپاتو اینجا محکم کنی، بعد یه کاری کنی که جاتو تو دل شاه باز کنی و امور رو در دست بگیری. اگر بخوای من تجربیات 400 سالمو در واقع در اختیار میذارم، فقط یه شرطی داره، باید به حرفم خوب گوش کنی. یعنی از امروز یه سری کارا رو که خیلی بدن نباید انجام بدی، در عوض یه سری کارای خوب رو انجام بدی. آه خدای من، برای یک پادشاهی کوچک چقدر باید زجر بکشیم. حالا خوب است که ما سلطنت ندیده نیستیم مستشار. خب اگه میخوای برو یونان. آه نه، اونجا میمانیم. فکر کردی در این شرایط وانفسا تو را تنها میگذاریم؟ ما رفیق نیمه راه نیستیم مستشار. دست گلت درد نکنه، یادم باشه این لطفت رو جبران کنم. بسیار خب، بلند شو برو به لوبت اعلام کن که موندنی شدی. منم برم پلوی شاه ببینم چه خبره، بتونیم یه کاری بکنیم که جاپاتو محکم کنی. خب مستشار. بله. زیرا به من را نزنی نزد قبله عالم. خجالت بکش. بلد نیستم. جهت عرض پاره امور خدمت رسیدم. اتفاقا بنده هم میخواستم یه چیزی رو خدمتون بگم. بله. در مورد این بلوتوس. چه تصادفی، اتفاقا منم میخواستم در مورد ایشون با شما صحبت کنم. حالا حضرتا، این جانور که قرار بود دیشب راهی شود، پس چرا ماندگار شد؟ راست میگوید اتیب. خب من خدمتون بگم که بنده اصرار کردم که ایشون بمونم، چون فکر میکنم که خیلی برای ما فایده داره ایشون اینجا باشن. مستشار هم راست میگوید. این مردک سیاس شیاد کلاهبردار که یک دربار را بازیچه خودش کرده به چه درد ما میخورد؟ اتی هم راست میگوید. خب بنده قبول دارم که ایشون یه سری خصایص منفی دارن، اینو قبول دارم که یه سری اخلاقهای بد هم دارن، ولی در نهایت بنده یه سری شواهد تاریخی در دست دارم که مصر هستم ایشون بمونن. اوه اتی داری عقب میمونی، شواهد تاریخی میخواد رو بکنیم. قربانت گردم، کدام شواهد تاریخی؟ مگر همین مستشار نبود که میگفت حرفای این آدم با شواهد تاریخی جور در نمیاد؟ اعلی حضرتا، بوی توته به مشام من میآید. مستشار شما چی داری بگی؟ نوبت توه. بله، من اگر اجازه بدید بنده از اول سیر وقایع رو توضیح بدم براتون که چی میشه. باشه، ولی اول بیا یه دهنی تازه بگیر. دست شما درد نکنه. لطف دارید همیشه شما. چی بودین؟ بادمجان. خب حالا برای ما مفصل توضیح بده. این میگه که بوی توته میاد، بگو ببینم. بله، عرضم به حضورتون که توضیح بده. من یه سری تحقیقاتی کردم راجع به بلوتوس و همونجور که میدونید فهمیدم که این بلوتوس همون کسیه که یونان جدید رو در واقع بنیان گذاری میکنه و یونان نوین ما اصل کار ایشون هستش. جونم خوب. و اول شک داشتم که این بلوتوس همون بلوتوس باشه، یعنی فکر میکردم نیست. خوب. بعد رفتم تحقیق کردم، دیدم که این در واقع یک زخم هلالی شکلی رو بدنش داره. اتیم مستشار برد تو باختی، برد گم شو بیرون. قربانت کردم، چی فرمودین؟ برد بیرون. بله باشه، چشم، بنده اطاعت میکنم، ولی اگر خدای ناکرده اتفاق ناگواری در این دربار بیفتد و مسببش بلوتوس باشد، اون وقت مستشار مسئول خواهد بود. من قبول دارم. بد میبینی، ضعیفه،
با اجازه. با من بود؟ در ایران اداره ها کی باز می شوند مستشار؟ اداره ها که هفته صبح باز می شوند ولی کارمند و کی بیان سر کار خدا می دونه. بله. من بندرونی می روم و از او خواستگاری می کنم مستشار. ایوان چرا قاطی می کنی شما؟ خواستگاری چی؟ اصلا این چرا یه حرف خواستگاری می زنی؟ شما اومدی اینجا که در واقع به رئیست اعلام کنی از رفتن پشیمون شدی و می مونی. همین؟ همین؟ همین دیگه. پس کجا می خواهی بریم اندرونی خواستگاری کنیم ازش؟ اومدم. سلام بر عروس ایران و مادر آینده پادشاه یونان. بله مادر خودشونو میگن یاد مادرشون امشب سال شب سال مادرشون رو یاد مادرشون افتاد. یادی از اون مرحوم کرده مرحوم کرده. آخی خدا رحمتشان کند، مرا هم در غمتان شریک بدان. آه من در همه مراحل زندگیم شما را شریک میدانم. اینا یک روحیه عجیبی این یونانی ها، من همیشه تحسینشون میکنم. یعنی اینکه عاشق کارهای مشارکتی هستن. میگه که چقدر خوب میشد که در واقع این روحیه تو امور اجتماعی داشت که همه چی، یعنی همه کس تو همه چی مشارکت میکردم. من اینجور آدم هایی هستن اینا. حتما همینطور است. به هر حال من عذر میخواهم که دیر کردم، خبری در اندرونی به من رسید و مجبور شدم که معطل شدم. دیدی مستشار، دیدی گفتم حتما برای ایشان کاری پیش آمده، وگرنه محال ممکن است که ایشان کسی را در اداره خود معطل نگه دارند. این دوست ایرانی من بسیار عجول است بانو. من به ایشان گفتم انسان باید صبر، طاقت، متانت و وقار داشته باشد. جناب مستشار، شما که از قوانین این دربار آگاهی دارید، میدانید شما را به اندرونی راه نمیدهند. به هر حال امری داشتی؟ عجب. بله ایشون، من حالا بهتون میگم یک عرض خدمت داشتم. اومدن که اعلام کنن که از رفتن پشیمون شدن و میخوان به کارشون در اداره ادامه بدن، میخوان اینجا بمونن. و در ضمن از شما خواستگاری کنن. خواسته هایی دارن. یه خواسته هایی علاوه بر این دارن، مثلا میخوان حقوقشون اضافه بشه، یه خورده حق آیلمندی شاید یا بیمه‌شون اینا اضافه بشه. ها به هر حال بسیار ما خوشحالیم که اداره ما شاعری چنان گرانقدر رو از دست نمیدهد. ببخشید شما چیزی میخواستیم به حرفای من اضافه کنی؟ از بیرون شما را صدا میکنند مستشار. خب پس بلند شو بریم دیگه، خبر این که دیگه نمیدی هم که دادی. بلند شو بریم. من کارمنده این اداره ام مستشار، چگونه میتوانم در ساعت اداری ترک پست کنم؟ یه مرخصی ساعتی بگی بلند شو بریم. بلند شو دیگه. شد به هر حال اداره امروز تعطیل است، خود من هم باید برگردم به اندرونی. فقط سوالی از شما داشتم، چرا از رفتن منصرف شدید؟ دلیل خاصی داشتی؟ به خاطر شما. نه شمالو میگه، شمال. این راه یونان در واقع از شمال میگذره. الان برف اومده اونجا، راه بسته است. ما ایشون نگه داشتیم تابستون برن، یعنی راه باز شد برن که یونانشون نجات بده. خداحافظ. تو چرا نمیگذاری دو پرنده عاشق به هم برسند؟ همین شماهایید که جلوی ازدواج جوانان را میگیرید. همین شماهایید که جامعه را به انحطاط میکشانید مستشار. همین جوری 1000 تا دشمن داری. اگر بفهم بخوای با لوبت خانم ازدواج کنی سرتو میکنن زیر آب. تو اول باید خیالت راحت بشه از جانب خود شاه، ملکه، کاترین و خود دختره. میفهمی؟ بعدم اون سوال شما یک جواب دیگه داره. من جوابشو هنوز به شما ندادم. چی؟ شما به شرطی وارث تاج و تخت میشی که در واقع شاه فرزند ذکور نداشته باشه. خب شاه که فرزند پسر نداره. یه توراهی داره. توراهی چیست؟ نوعی پسر است؟ نه یعنی یه فرزندی در راه دارن. شما کاترین خانم رو ندیدی؟ آه خدای من، تا کنون رقیب نوزاد نداشتم. این خانومی که میگویید راه کجا میشود دید؟ آقایان خیلی خوش آمدید، جلسه از همین لحظه رسمی است. بس کنید آقا، هی جلسه یک کار عملی انجام بدهید که خلاص شویم از دست این مردک. سرد باشید جناب اتابک، ما هم برای همین جا جمع شده ایم. تکلیف این مردک را در همین جلسه یک سره میکنیم. مردک چی آقا جان؟ مردک ها شما این مستشار رو ندیده نگیرین. اصلا او اینجا بود که ایم اومد. اینجا بهش خوش گذشت، حالا خبر میکنه رفیقاش هم یکی یکی درن میان. از بس اعلی حضرت ما مهمان نواز و دلرحمند، هر کس از در کاخ آمد تو او را تحویل گرفتند. از بس مهربانند. اینقدر پا
پاچه خاری نفرمایین جناب اقبال خان. اعلی حضرت که اینجا تشریف ندارن، ما خودمون هستیم. چرا نمیفرمایین چون دروازه های این کاخ این کاروانسرا باز است و هر کس سر خرش را کج می کند می آید تو، می شود مستشار، می شود مشاور عالی، می شود زهرمار. می ترسم چند روز دیگه اون خرکچی تای بازار هم بیاد این تو بشود اتابک اعظم. قربان خب چیزی که عوض دارد گله ندارد. خب برویم سر اصل مطلب. این مردک یونانی که دیشب داشت میرفت چرا ماندگار شد؟ طبق آخرین گزارش مختل الدوله، بلوتوس از صبح علی طلوع میخواسته برود به خواستگاری لعبت بانو، اما جناب مستشار مانع شده. نگاه هم هرکی میخواد این آدم بره زن بگیره، این مستشار مانعش میره. مسئله را شخصی نفرمایید بزرگان، الان پای جانشینی اعلی حضرت در میان است. باری؟ بوی کباب خورده به مشام این مردک چرب زبان. این بی خودی هم که همه در حد یک گرجه فرنگی هم نمیشه روش حساب کرد. حالا شما ناراحت نرویتی جان، الان پای مام وطن در مینیم و واقعیت ها رو باید بگم. خیلی خوب، یک غذای چرب و چیلی که اساسی درست بکنین بهش بدین بخوره تا بره لای دست پدر نداشتش. متاسفم قربان، جوری قاب قرقی را دوزیده که محال است در غذای او سم بریزد. از این شکوفه برای چه پول میگیرد پدر سوخته؟ بزند سرش رو خط کند، بگوید از دستم در رفت. من نمیدانم این یونانی چه بلایی سر شکوفه آورده. از زمانی که او را دیده یک جفت قناری خریده رفته در کنج خانه نشسته. آقا ما میگم یک توطئه بکنیم، از این توطئه‌ای که خودمان درست میکنیم بعد خودمان حلش میکنیم، یک توطئه براش درست بکنیم زایش بکنیم پیش اعلی حضرت. ها کجای کاری برزو خان؟ هر لحظه ممکن است لعبت الملوک به خواستگاری این دغلباز جواب مثبت بدهد. اون وقت همه ما باید برگردیم سر مشاغل قبلیمون. مستحضر هم که هستید که جناب عالی هم باید توی قهوه خونه هشتا هشتا با یه دست چایی اینور اونور ببرید. عملیات باید قاطع، سریع و بدون احتمال لو رفتن باشد. آقایان من میگویم که از روش گونی استفاده بکنیم. بدهیم دو نفر آن را بکنن توی گونی، درش را ببندن، ببرن آنور مرز تحویل سربازان عثمانی بدهند. حسند، به همه هم میگوییم خودش گذاشته رفته. بسیار عالی، کسی کاری هم ندارد که مدعی داشته باشد. بله، آقا جون تسلیم شد با اتفاق آرا. فقط نگاه ولد جان لطفا یک گونی بگیر که هم دو نفر جا برن که این مستشارم بکنم تو گونی بفرستم اوورها. جناب برزوخان بگذار خدمت این یکی برسیم به مستشار هم یکی یکی. نه کار شما ها نیست، این کار را خودم باید انجام بدهم. اتی جان گونی که تخصص من است، تدریس میکنم در میان نظامیان، آدمش رو هم دارم. من خودم دو نفر را از بیرون می آورم. فقط نگاه اتی جان لطف کن هم شما چهار نفر بیار که همین مستشار هم بگیرم ببرن دیگه. بس کن دیگه، من به مستشار دختر نمیدهم. غلط دیگری بکن دوا الملک، حالش به هم میخورد. خب معجون نعنا و آویشن نبات را میل بفرمایید. میگویم حالم دیگه از نبات به هم میخورد. خب راست میگه گوساله، میگه من از نبات بدم میاد، میگه نبات بخور. قربانت گردم، حالا که چاره ای نیست پس همون آب و جوش و نبات را میل بفرماید. آها حالا این شد یه چیزی، اگر افاقه نکرد میفرستیم از طویله همایونی اسب و قاطر قشو بکنی. جانم کف پایتان قبلی عالم، بنده تخصصم نفخ و سردی و شلمزاجی در گرایش نباتات است. بنده حقیر را چه به برآوردن امیال پسر نارس همایونی. ای وای بچه‌م. پس ما چه خاکی به سرمان بریزیم بابا؟ سلام قبله والم. مستشار تو آدم نمیشوی؟ هزار بار گفتی مثل گاو سرت را ننداز بیا توی همایونی ما. آه من بارها به ایشان گفتم که قبله عالم دوست ندارند سرزده وارد خلوت همایونی شویم. این دقیقا چیزی بود که من بیرون به شما گفتم. آه چه فرقی میکند مستشار، وقتی قبله عالم ناراحتند من و تو معنا ندارد. چه شده سرورم؟ حال سوگولی من بد است، دوا الملک را آوردیم که چاره بیندیشد. آه بزرگترین طبیب مشرق زمین. بنده کوچک شما هستم قربان. آه خدا بلو. آه من خود شخصا سعادت دست بوسی این استاد بزرگ را نداشتم، ولی فرصتی یافتم نزد شاگردان ایشان تلمس کنم. شاگردان من؟ بله. کدام شاگردان؟ آه سینوه طبیب و دکتر ارنست. اینها شاگردان من هستن؟ آه خدای من، بابا تواضع، بابا فروتنی. آه یادم آمد،
بنده در طول عمر پربارم چون شاگردان زیادی داشتم این است که اسم همهشان یادم نیست. آه تو چه ارباب قدر قدرتی هستی که نوکرانه چون این بزرگی داری. کجاش بزرگی بابا؟ سوگولی ما را نمیتواند درمان بکنند. آه خدای ما آه جسارت من را ببخشید. سلام و عرض ادب. چه شایسته بانوی. چون سوگولی اند اشتباه داشتی میگه. یعنی اون اینه. آره. آه خود من میدانستی مستشار، میخواستیم امتحانشان کنیم ببینیم چقدر جنبه دارن. در هر صورت از آشنایی با شما بسیار خوشبختم. خیلی خوب بابا. بانوی موسیقی و گل، ما هم بسیار بسیار از آشنایی با شما خوشحال می باشیم. آه خدای من، خدای من. باور میکنم حال بانو کاترین بسیار بهبود یافته است. چه میگویید اول ملک؟ بچه هم مدام دارد از دست تو لگد می زند. آه خدای من، این چه دردی است که طبیب حاذقی چون تو قادر به درمانش نیست. یک چیزی دلمان میخواهد که نمیدانیم چیست. نه شیرین باشد نه شور، نه ترش و نه تلخ. از تا دور همین بچه رو بندازین، این که گیر نمیاد که. ها بله. آه دوای درد شما پیش ماست. راست میگه بولتوش. بله بریم مستشار. این متافتون خیلی خوب می شود. گفتی اسمش چی بود؟ آه پیتزای مخلوط. اسمش مالی نیست بلو جان، ولی خودش خوب کوفتیست. شما این چی چیزا را خودتون درست کرده می باشید؟ آه من عادت ندارم از خودم تعریف کنم، ولی از هر انگشتم یک هنر می ریزد بانو. همایونی من حال آمد. آه در عجبم در مطبخی بدین پهناوری و این همه آشپز و سراشپز، چرا یک بار پیتزای مخلوط جلوی قبله عالم نگذاشتند؟ دست روی دل ما ندار بولو جان. یک مش مفخور دورو برای خودمان جمع کردیم، یکی از یکی بیخواستیت دارو گوساره کرد. اشکال از قلب رؤوف و مهربان شماست، وگرنه این گونی سیب زمینی متحرک که به عنوان سراشپز در مطبخ میچرخد فقط میتواند قوت و خوراک همایونی را حیف و میل کند. میگویم این مستشار کدام گوریز بیاید کمی برای ما دم به جنباند. آه بخل و حسد در این دربار بیداد میکند. بعضی ها چشم ندارند خدمت خالصانه و صادقانه من به شما را ببینند. منظورت مستشار است؟ من عادت ندارم پشت سر دیگران غیبت کنم. یه مردیه که هم قد خودتونه، همین پشت مشت قایم میشین، من دم غروب اونو به یه بهانه میفرستمش توی باغ، محکم میزنین تو ملاجش، یک گونی میکشین سرش، میندازینش پشت گاری، میبرین میندازین اونجایی که عرب نینداخت. تو کجا باشه؟ مرز عثمانی. اون ور مرز تو عثمانی واسه سر این آدم یه جایزه کلام گذاشتن. شما بدینش دست سربازای عثمانی، بگیم این بلوتوس پسر شاهه. آلی جناب بگه پسردار شدن؟ نه ابله، پسر شاه اوناست. راستی یارو چطوری بشناسیم؟ اصلا طرف چه شکلیه؟ گفتم که یونانیه دیگه، هم قد و قواره بی خودی خودمونه، لباس یونانی هم که تنشه. بیا این مال تو، این هم مال تو. حالا من میرم، شما هم همین پشت قایم بشین. که یونانی هم راهش را کشید و رفت. کی؟ همین دیشب. چند خطی با او حرف زدیم، او هم راهش را کشید و رفت. آفرین اتی، چه گفتی؟ کمی با او مردانه حرف زدیم، البته خیلی خجالت زده شد. چه حرف مردانه ای زدی؟ چرا اینقدر وارد جزئیات میشوی خانم؟ راهش را کشید رفت دیگه. من به تو افتخار میکنم اتی جان. آفرین، از این چیزا بگو. تو واقعا شایسته پادشاهی درباری. خوبه، از سیاست من بگو. سیاست که با تو تولدی دوباره یافت. ای مکار دسیسه چینه هیلگر. اینها را ولش کنید، این برادر بی بوته بی ارزه من کجاست الان که از پدر اقتدار بیاموزد؟
نمیدانم، دیشب که نیومده. یعنی چه نیومده؟ حتما رفته پی ادواتی. من دیشب دیدمش. بله دامن پوشیده بود داشت میرفت مهمونی. دامن پوشیده بود پدر بزرگ؟ بله دامن پوشیده بود، از همین لباسایی که بلوتوز میپوشه میره بیرون. صبحانه چه داری؟ صبحانه را ول کن، پدرت را بچسب. من الان گشنمه، پدر و مادر نمیشناسم. اتی؟ برو بند و بساطت را بیاورین، افتخار تاریخی را ثبت کن. کدام افتخار؟ همین که بلوتوس را رد کردیم و رفت. بلوتوس را رد کردید؟ خودمان یک نفری؟ بلوتوس که راست راست دارد در کاخ میچرخد. شوخی میکنی؟ نه اصلا شوخی نمیکنم. چطور همچین چیزی ممکن است؟ قرار بود که دیشب شرش تا بکنم که...